خیلی خوش اومدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده. با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق و نصیب ما کرد که باز خدمت شما باشیم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه و انشاءالله که تو این برنامه نکته‌ای مطرح بشه، مطلبی گفته بشه که ما رو یک قدم به سمت معرفت دینی و شناخت دین جلو ببره که اگر چنین بشه ارزشش رو فقط خدا میدونه. در نامه 31 نهج البلاغه که یک دائره المعارف تربیت اسلامی است، منشور تربیت اسلامی محسوب میشه که آقا امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی نوشتن، البته مخاطب اصلی امام مجتبی است ولی مخاطب نامه همه انسان‌های حق پو و حق جو هستند، در یه فراز خیلی کوتاه از آن می‌فرمایند که تفقه فی الدین یکی از مهمترین دستورات و توصیه‌ها و سفارش‌های مهمی که حضرت فرزندشون ما مجتبی دارن اینه که با دین آشنا بشه، دین رو فرا بگیره، که اگر انسان دین رو یاد گرفت در قیامت مشمول نظر رحمت خدا خواهد بود و اگر نه خدا به کسی که معرفت دینی نداشته باشه در قیامت نگاه نخواهد کرد و اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد. اگر برنامه ما نتیجه‌اش این بشه که ما یک نکته‌ای در زمینه تفقه در دین، حالا یا فقه اکبر که عقاید باشه موضوع بحث ماست، یا فقه اوسط که اخلاق و تربیت باشه، اتفاقا تو سوالای ما این بحث مطرح میشه، یا فقه اصغر باشه که باز در لابلای سوالات شما مطالب معروف به فقه اصغر هم وجود داره. هر کدام از این سه تا باشه میشه تفقه و اون وقت شما میشید متفقه در دین. انشاءالله که اینجوری باشه. انشاءالله به برکت راهنمایی شما و مثل شما. اجازه از شروع کنیم. 33-23 دو شما آخر 18 با کد 045 در واقع این تلفن گویا هستش که دوستان فرموش شما و سوال شما رو تبدیل به متن کردن و من میپرسم. گفتم من یه پسر داشتم 7 ساله که 6 ماه پیش فوت شد. ای بابا خدا رحمتشون کنه. و الان خیلی نگرانشم که الان در اون دنیا کجاست؟ عذاب میکشه یا نه؟ لطفاً راهنمایی کنید من. چند نکته رو عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز بیننده که عمومیت میدیم به این سوال. اگه کسی خدای نکرده مصیبتی برش وارد شد، همونطور که قرآن دستور داده الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون فاولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. هر وقت یادشون میاد این جمله انا لله و انا اليه راجعون رو بگن که آرام میشن، در واقع داریم که باعث آرامش میشه. مطلب دوم این که شهید ثانی رحمت الله علیه فرزندانشون نمیموندن، هرچه خدا همشون فرزند میداد در کودکی نوجوانی جوانی از دنیا میرفتن و خوبشون ناراحت میشد. دست به تألیف کتابی زده به نام مسکن الفؤاد. این کتاب چند بار به فارسی ترجمه شده به شکل‌های مختلف، به شکل آرام بخش دلها، در قالب‌های دیگه هم ترجمه شده. ما به این خانواده‌های اینگونه‌ای که خدای نکرده مصیبتی بهشون وارد شده تقاضا می‌کنیم که، توصیه می‌کنیم که 7-8 صفحه از این کتاب رو بخونن، تا 15 صفحه بخونن، آنچنان آرام می‌کنه و آنچنان انسان به انسان اطمینان میده که واقعا تعجب آوره این اثر این کتاب. اسمش چی بودین؟ اسم که شهید نوشته مسکن الفؤاد، یعنی آرام بخش دلها. اتفاقا به همین معنا هم ترجمه تو شده، به صورت دیگه هم ترجمه شده، به چند صورت ترجمه، یعنی با چند عبارت، یعنی اسمش رو عوض کردن، ولی خب اسم اصلیش هم مسکن الفؤاد. درست. نکته بعد این که بچه‌ای که پدر مادرش مؤمن بودن، که موضوع سوال همینه، همین جور هست، به معنی که از دنیا رفت در برزخ، اونجا تحت تربیت های حضرت زهرا سلام الله علیها، تو بعضی از نقل ها داره ابراهیم و همسرش ساره قرار میگیره، تربیت میشه و اون چی باید بلد باشه برای ورود به محضر عدل الهی، در محکمه عدل الهی اینها در عالم برزخ بهش
تعلیم داده میشه و تربیت میشه، روز قیامت هم که میشه این شخص چون پدر مادرش مؤمن بودن خودش هم بیگناه هست، بهشتی است. نه تنها خودش بهشتی است که دم در بهشت میسته و با یک قیافه حق به جانب میگه تا پدر و مادرم نیان من وارد بهشت نمیشم. یعنی در واقع شفاعت میکنه برای پدر و مادرش. پس این نگرانی که این شنونده عزیز مطرح فرمودن، حالا خواهر یا برادر، اصلا جا نداره، چون اینها در برزخ در عالی ترین جای نه تنها نگران نباشند بلکه از یه طرف امیدم داشته باشن که شفاعتشون بکنه. در برزخ اینها در بهشت برزخی هستن. عرض کردم چرت زهرا سلام الله علیها متولی تربیت اینهاست در برزخ. چیزی از این بهتر؟ بله. و نگرانی که شون فرموده چه یارانم که کجا هست و جاش؟ نه، بهترین جاهای برزخ، چون گناهی که نکردن مؤمن هم هستن، محکوم به ایمانن. بچه این گونه ای محکوم به ایمان کامله، گناهی هم نداره، در نتیجه جاش تو بهشت برزخی است. بعدن هم در قیامت هم بعد از اینکه اون کمالش باید برسه در برزخ رسید، وارد بهشت میشه. و حتی منظورتون از بچه این گونگی به لحاظ سن و سال میفرمایید؟ نه، پدر و مادرش مؤمنن. آها، پدر و مادرش مؤمنن و دیگه حالا سن و سالش هم خب 7 سال است دیگه. قبل از بلوغ دیگه؟ قبل از بلوغ. یعنی برای پسرها همون بلوغ 15 سال، دختران 9 سال با. قبل از بلوغ تکلیفی ندارن، این حال بهشتن. هم در برزخ، تو بهشتن، هم در قیامت بعد از اینکه عرض کنم اون کمالش باید برسن در برزخ رسیدن، در قیامت وارد بهشت میشن. تفضلن. یعنی از روی تفضل، چون کاری که نکردم. بسیار عالی، خیلی ممنون. 021 از تهران است، 7743 دو شما آخر 79 گفتن آیا فرشتگان و ملائکه هم میمیرن و اونها هم مثل انسان ها به برزخ میرن؟ مرگ به این معنی که برای انسان متصور هست خیر، چون در انسان وقتی میگیم مرد، میگیم روح از بدنش جدا شد، به این میگیم مردن. به این معنا فرشته بدنی نداره که بخواد روح از بدنش جدا بشه و مرگش به این معنا باشه. البته در رابطه با فرشته ها دیدگاه های مختلفه. بعضی ها فرشته ها را مجرد تام میدونن، بعضی ها از نوعی تجرد برزخی برخوردار میدونن، بعضی ها چه بسا اصلا قابل تجرد فرشته ها نباشن. چه از نظر ما فرشته ها مجردن، حداقل مجرد ناقص هستن. به همین دلیل به این معنا خیر که بگیم که مرد و روح از بدنش جدا شد و وارد برزخ شد، به این معنا خیر. فرشته ها مرگ ندارن. در خطبه قاصف فکر کنم در نهج البلاغه به این مطلب اشاره شد که نه قضا دارن، نه مرگ و میر دارن، نه عرض کنم که زاد و ولد دارن، نه ازدواج و حرفا دارن. فرشته ها این چیزا مبرا هستن. اما به معنای این که آیا ممکنه زمانی فرا برسه که اهل آسمان هم به حسب خودشون بمیرن؟ بله. سور اسرافیل که دمیده میشه در قیامت، این سور دو طرف داره. یک طرفش که به سمت آسمان همه اهل آسمان، را میمیراند، و اون طرفش که به سمت زمین همه اهل زمین رو میمیراند. با اون سور اسرافیل بره اهل آسمان ها از جمله فرشتگان هم خواهند مرد، منتها مرگ فرشته ها باز اونجا هم به معنای مرگ انسان نیست، مرگشون به حسب خودشونه. یعنی اینکه اون خاصیت و قدرت و حرکت و اون وظیفه‌ای که داشتن، کارهایی که انجام میدادن، دیگه همش تمامه، بی خاصیت میشن. مرگ انسان هم همینطوره. وقتی میگه فلانی مرد، میگه این بدن دیگه بی خاصیت است، این بدن دیگه حرکت نداره، این بدن دیگه کاری نمیتونه بکنه، میگه مرد. اون هم به این معنا بی خاصیت میشن وقتی که سور اسرافیل دمیده شد، تا باز دوباره با سور احیا باز اینها دوباره زنده میشن و در قیامت مثل انسان ها و مثل بقیه موجودات حضور پیدا میکنن. پس به این معنا بله، فرشتگان هم نوعی مرگ دارن، طوری که وقتی خداوند متعال در بین این دو سور میفرماید لمن الملک الیوم، هیچ موجود زنده نیست که جوابش بده. خود خدا میفرماید لله الواحد القهار، خودی سوال میکنه، خودش هم جواب میده. حتی فرشته ها هم حضور ندارن که بخوان به خدا جواب بدن. به این معنا فرشته ها هم مرگ دارن. یه جملتون خیلی فکر منو مشغول کرد که اینکه کسی که مرد، میگیم وقتی کسی مرد یعنی اینکه روح از بدنش جدا شد. بله. این رو ما مساوی گرفتیم با مرگ و مردن. بله. ولی خب روح که از بین نمیره. بله. روح توی این دنیا اومده، توی قالب جسمانی طرف داره، حالا هر کسی یه شکل ظاهری جسمی داره و
و بعد وقتی این مهلت این دنیا تموم میشه میره در یه قالب دیگری در جای دیگری در برزخ. درسته؟ همینطوره. روح مجرده، مجرد هم نابودی و مرگ به این معنا نداره. بنابراین وقتی که انسان قبض روح شد، روحش با بدنی که بهش میگن بدن مثالی، که چون شبیه همین بدن مادیه بهش میگن بدن مثالی، مثل همین بدن یا قالب برزخی، با اون بدن زندگی جدید رو شروع میکنه تا قیامت. خب خیلی ممنونم. میخواستم بپرسم جن ها چطور؟ حالا فرشته ها و ملائکه رو توضیح دادیم. جن مثل انسانه. جن مثل انسان. جن بدن داره، بدن مادی داره. منتها جنس اولی جن از آتشه. جن اولی انسان از خاک. اونا هم روح دارن، بدن دارن، مثل انسان زاد و ولد دارن، تکثیر نسل و ازدواج و حرفا دارن، غذا میخورن، مرگ و میر دارن. منتها با توجه به اون عرض کنم که سرعت و چابکی و خصوصیاتی که آتش داره، میانگین عمر جن از انسان خیلی بیشتره. میانگین عمرشون حدود 1000 ساله، برخلاف انسان که 60-70 ساله. اونا عمرهای نسبتا طولانی دارن ولی میمیرن. بسیار. گفتن که از آقا محمدی سوال کنیم. چشم سوال میکنیم. یک، اول شمارشون میگم 0-26، نمیدونم کد کجا، 34-31، 2 شماره آخر 11. از اینجا یه دوست تصویربرداری داشتیم، ما هر کدی که میگفتیم میگفت مال کجا، امروز نیستن، یادشون بخیر. آره 0-26، حالا اگه تونستیم بگیم. از حاج آقا محمدی سوال کنید. از حاج آقا محمدی سوال کنید یک حیوان مثل سگ یا گربه وقتی میمیره با دست که لمسش میکنیم میندازیمش بیرون، با یه آب و صابون رفع میشه نجاستشون یا نه؟ یک انسان وقتی میمیره چطور آیا بعدش باید غسل کنیم؟ من فکر می‌کنم در واقع ایشون شبهه رو مطرح کردن. اون اینکه چرا اگه سگ و گربه مردن که مردار میشن دیگه، ما بهشون دست میزنیم، کافیه که اگه دست ما خیس بود همون دست خیس آب بکشیم کافیه. فقط هم جایی آب میکشیم که با رطوبت برخورد کرده با اون نجس. خب چرا انسان وقتی میمیره باید همه بدن رو آب بکشیم؟ غسل کنیم به کل بدن آب بکشیم. عرض میکنم که در روایات چند مطلب رو در این رابطه گفته شده. یک مطلب اینه که برای اینکه کمتر به اون میت انسان دست زده بشه و عرض کنم که اگه بخواد رها باشه، یکی میخواد ببوسش، یکی میخواد بغلش بگیره، وقتی که این بستگان میخوان لمسش کنن، این کنترل باعث میشه کمتر دست بزنن. این طور باعث نیست، ولی این احتمال وجود داره که با توجه به اینکه انسان اگر بیماری های خاصی داشته باشه، اون بیماری ممکنه واگیردار باشه، مخصوصا هنگام قبض روح، بدن همه بدن متاثر میشه از اونش که در بدن هست. چه بسا لمس و دست زدن باعث سرایت بیماری از اون میت به انسان زنده بشه. بعد از اینکه غسلش دادن با 3 تا آب، کافور و سدر و آب خالص، علی‌القاعده شسته میشه. اگر مثلا میکروبی ویروسی هم که باشه که مصری باشه، اونها شسته میشه. اما اون که در روایت بیشتر اومده این که برای اینکه احترام اون شخص میت حفظ بشه و کمتر بهش دست بخوره، این غسل جنابت واجب شده. این فلسفه است که در بعضی از روایات ما اومده. کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه این بحث رو کامل مطرح کرده. چند تا روایت آورده که هر کدام ناظر بر یکی از این نکاتی که من عرض کردم هست. من بعد این که البته میت انسان هم اینجوری نیست که هر میتی شما باید دست بزنید حتما نیاز به غسل داشته باشه. مثلا فرض کن شهید رو شما قبل از غسل اصلا نداره، دست بزنید غسل نداره. عجب. بله. یا مثلا مرده‌ای که هنوز سرد نشده غسل نداره. عرض کنم که بله، بعد از اینکه سرد شد که عرض کردم احتمالا اون نکاتی که عرض کردم باشه. یعنی کسی که تازه فوت شده هنوز بدنش گرمه، اگر لمس کنیش غسل نداره؟ نه خیلی، غسل مسئله نداره. تا یه با رطوبت دست بدنی نجس هست ها، ولی غسل نداره. غسل نداره. پس اولش نجس هست ولی غسل نداره. بعدش هم غسل داره هم نجس، اگه با رطوبت دست بزنی. بعد که غسل داده شد دیگه عرض کنم که غسل نداره.
بعد از غسل، بعد از اینکه میت غسل داده شد دیگه ما نیاز به غسل کردن نداریم، ولی باز اگه لمس کنیم بالاخره باید باز نجس بشه. خیلی ممنون. عرضم موضوع شما که 091-68-88-88 تا شماره آخر 26 گفتن از حضرت آدم تا الان چقدر میگذره و انسانهای قدیم چگونه بودن؟ از آدم تا الان حدود 12 بیشتر از 12 هزار سال گذشته. در تورات اومده که آدم 7000 سال پیش بود، از تورات تا الان هم حدود 4500 سال تقریبا گذشته، 5000 سال تقریبا، همونجه 12000 سال تقریبا، حدود 12000 سال از زمان هبوط آدم بر زمین تا الان گذشته. خب این بخش از تورات که گفته شده که 7000 سال از سال گذشته تحریف نشده است، اینو مطمئنیم؟ از نظر تاریخی اینا این چیزها رو میشه پذیرفت، زمین که ما در روایتمون هم داریم. در روایت هم همین حدود 12000 سال، که البته اون با روایت باید حدود 1000 سال رو کم کنیم، 1300-1400 سال رو کم کنیم، به هر حال حدود 12000 حدود 12000 سال. این مطلب رو تحلیل های عقلی هم ثابت میکنه، به این معنی که اگر شما یک زوج رو در نظر بگیرید که حدود 12000 سال پیش زندگی رو شروع کردن، اینها بعد از حدود همین 12000 سال تعدادشون بین 6 تا 7 میلیارد نفر خواهد شد. البته با جنگ ها رو حساب کنید، اپیدمی ها رو حساب کنید، اینا رو که حساب کنید، به عبارت دیگه شما از همین 7 8 میلیون نفر، 6 7 میلیون که الان هست، باید تناسب هندسی به عقب برگردید، حدود 12000 سال پیش به یک زوج میرسید. پس یعنی به لحاظ علمی و منطقی هم این قابل کاملا همینطور قابل. بنابراین همین حدود 12000 سال که عرض کردم این تاریخ این بشره. اما خب قبل از این آدم، آدم هایی بودن که اونا خب تاریخشون زیاد هستن، که شون فرموده که قبل از این آدم سوال کردن چی؟ بعد پرسیدن از حضرت آدم تا الان چقدر میگذره، انسان های قدیم چگونه بودن. حالا انسان های قدیم اگه منظور از این نسل که همین مثل همین ماها بودن، حالا گاهی ممکنه نیمت بلندتر بودن یا نیمت کوتاه‌تر بودن، یا در این حد، اینکه کسی تصور کنه که مثلا چیز عجیب غریبی بودن، نه آدم و حوا مثلا 80 متر بودن، نه اینجوری نبوده، چون گفتن این حرفا. آره گفتن یه بقایای پیدا شده که ثابت میکنه که اینجوری بوده. پس این مال قبل از حضرت آدم شاید باشه ها؟ نه مثلا فرض کنید قبر رو دیدن که قبر مثلا 7 متر، خیال کردن این آدم 7 متر بوده، خب سنگ چین 7 متر کردن، دلیل برای اینکه حالا بدن اونم 7 متر بوده. آه. مثلا بنابراین نه، این مثلا هم از لحاظ ژنتیک به همین شکله، هم از لحاظ روایات هم اینجوری نیست که بگیم اونا، بله بعضیشون قوی هیکلتر بودن، بزرگتر بودن، سخت کوشتر بودن، خونه های از تو صخره ها خونه درست میکردن، چون که در قرآن اومده. بنابراین این نسل خیلی با انسان موجودی تفاوت نداره. ما توی دین، توی روایات داریم که توی سخنان ائمه که ما قبل از حضرت آدم هم انسان هایی بودن و اگر بله. بودن به چه شکل بودن؟ بله داریم. امام باقر علیه السلام فرمودن که شاید شما خیال میکنید تنها نسل آدمی که بر روی زمین خلق شده، نه خیر، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما 8 نسل آدمید که بر روی زمین خلق شدید. از آقا امیرالمومنین اسلام سوال کردن که آیا قبل از این آدم آدم بوده، حضرت فرمود بله. راوی سوال کرد، دوباره سوال کرد، قبل از اون آدم آدم بوده، حضرت فرمود بله. با سوال کرد، فرمود 1000 بارم پرسی میگم بله، قبل از این آدم آدم هایی بودن که اون آدم ها خب منقرض شدن و این نسلی که ما از اون نسل هستیم، این آخرین نسل بشری که بر روی همین زمین، بر روی همین زمین. از لحاظ علمی هم مثلا همینطور دیگه، اون فسیل هایی که کشف شده مثلا 2 میلیون سال، آره 1 میلیون سال، اونها هیچ ربطی به انسان نداره، فقط شکل انسانن، شکل این انسانن، وگرنه این انسان از نسل اونها نیست. درست. قرآن هم میشه ازش فهمید، اونجا که وقتی خدا میفرماید که نجعل فی الارض خلیفه، فرشته فورا میگن اتجر فیها من یفسد و فیها و یسفک دما، از کجا میدونن که این موجود صفاک و مفسده؟ علال قاعده باید دیده باشن، در نسل های قبل باید دیده باشن که اینا اهل فساد، و همینطور هم هست، اونها غالبا اهل فساد و سفک دما این چیزها بودن، خون ریزی این چیزها بودن. این نظریه که مطرح میکنن به نظرم نظریه تکاملی بهش میگن، که انسان ها مثلا از
چیز بودن، شبیه میمون بودن، مثلا خم بودن، چهار دست پا بودن، بعد بر اثر گذر زمان کم کم ایستاده راست قامت شدن و شبیه انسان فعلی شدن. این راجع به این چیزا نداریم نظری توی روایتون؟ این نظریه ترانسفورمیسم به اصطلاح یا همون تبدل انواع یا نظریه داروین به اصطلاح، درسته، داروینیست. این نظریه اولا هرگز ثابت نشد، چون داروین میگفت که از موجودات تکسلولی شروع کرد، مثل آمیبا، گفت آدم مثلا اولش یه موجود تکسلولی بوده، بعد پرسلولی شده، بعد عرض کنم که مثل جلبک ها مثلا، بعد خون سرد شده، بعد دوزیست شده، بعد خون گرم شده، بعد شنوم شده فلان حیوان، خلاصه ذره ذره رسیده به این شکل شده میمون. بعد بین میمون و انسان ایشون میگفت یک حلقه وجود داشته که اگر این حلقه کشف بشه این نظریه ثابت میشه، و اون حلقه هرگز کشف نشد و این نظریه هم هرگز ثابت نشد. الان در خود غرب هم نظریه حاکم نظریه ثبات انواع یا فیکسیسم به اصطلاح، یعنی داروینیسم، الان تو غرب هم طرفدار چندانی نداره. به عبارت این نظریه نه ثابت شد نه الان حاکمه. الان نظریه ثبات انواع حاکمه. مطلب بعدی که نظر علمی همین نظریه درست نیست، چون بر حسب علم ژنتیک، ژنتیک دو نوع هست، ژنتیک فردی و ژنتیک نوعی. در ژنتیک فردی این مطلب مطرح میشه که همه خصوصیات والدین مثلا خصوصیات جسمی، روحی، ذهنی، حرکتی، اجتماعی، اخلاقی، اینها از والدین به فرزند منتقل میشه. درست. این یه شاخه از ژنتیک هست که ژنتیک شخصی باشه. ژنتیک نوعی میگه که هر نوعی از نوع خودش به وجود میاد، یعنی هرگز از خرگوش سوسمار به وجود نمیاد، هرگز از گوسفند مثلا گرگ متولد نمیشه. اون ژن هایی که از گونه خودش حرکت از گونه، و این نظریه داروین با این علم هم منافات داره. اما از لحاظ قرآن اصل تکامل پذیرفته شده، یعنی اسلام اصل تکامل رو قبول داره، هم در جسم هم در روح، مخصوصا در روح. نه تنها در دنیا ما تکامل قبول داریم که در برزخ هم معتقدیم تکامل هست. درست. نه تنها در برزخ که ما معتقدیم که در قیامت هم، بنده معتقدم در بهشت هم تکامل هست. یعنی حتی انسان ها که وارد بهشت شدن اونجا متوقف نمیشن، همینطور کمالشون اضافه میشه میرن بالا. این یک مطلب. مطلب دوم این که اگر حرف داروین ناظر بر اون انسان های قبل از این انسان باشه، اون قرآن از اونها ساکته، به جز شواهد خیلی دور. در روایت ما هم خیلی مطلبی که کاملا روشن کنه وجود نداره. اگر نظر اون باشه خب ما حرفی نداریم، حرفی نداریم که خبری نداریم. اما اگه خود این انسان باشه، این خلاف قرآنه. این انسان نه تنها حیوان نبوده، میمون نبوده، بلکه پیغمبر خدا بوده، در مسابقه علمی از فرشته ها مسابقه رو برده، اینقدر کمال داشته که توی مسابقه علمی فرشته ها بهش سجده کرد، فرشته ها بهش سجده کردن. بنابراین اینکه بگیم اولش حیوان بود و اولش میمون بود، این خلاف قرآن هست. این انسان عرض میکنم، درست، انسان های نسل پیشین رو یادم، حالا برفرض که اون نظری در مورد اونها صحت داشته باشه، اون موضوع بس نیست، اما ایشون نظرشون این انسانه، این با قرآن منافات داره، با روایت ما منافات داره. اولین فرد این نسل پیغمبر بوده، عاقل بوده، عالم بوده و انسان بوده به تمام معنا. بسیار، دست شما در نکن. اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم. بفرمایید.